یکمین روز اردیبهشت ماه برابر با 21 آپریل روز بزرگ داشت شیخ اجل مصلح الدین سعدی شیرازی ابو محمد مصلح الدین ابن عبدالله معروف به سعدی شیرازی و مشرف الدین شاعر و نویسنده پارسیگوی ایرانی که شهرتش بیشتر به خاطر نظم و نثر آهنگین گیرا و قویش می باشد و جایگاهش نزد اهل ادب تا بدانجاست که به وی لقب استاد سخن و شیخ اجل دادند. آثار معروف سعدی عبارتند از کتاب گلستان در نثر، بوستان در بحر متقارب و غزلیات و دیوان اشعار که به این سه اثر کلیات سعدی اطلاق می شود. سعدی در خانقاهی که در گذشته محل زندگی او بود به خاک سپرده شد و مرکز سعدی شناسی از سال 1381 خورشیدی روز نخست اردیبهشت را روز سعدی اعلام نمود. سال 1317 خورشیدی برابر با 1938 میلادی در گذشت علامه اقبال لاهوری متفکر پاکستانی محمد اقبال لاهوری یا علامه اقبال لاهوری شاعر، فیلسوف، سیاستمدار و متفکر مسلمان پاکستانی که اشعار زیادی نیز به زبانهای پارسی و اردو سروده نخستین کسی بود که ایده یک کشور مستقل را برای مسلمانان هند مطرح کرد که در نهایت منجر به ایجاد کشور پاکستان شد. بنابراین اقبال در پاکستان به طور رسمی شاعر ملی خوانده می شود و در این حال یکی از سرشناس‌ترین شاعران پارسیگوی غیر ایرانی نیست به شمار می آید که از کل 12,000 بیت شعری که سروده 7,000 بیت آن به زبان پارسی است. وی آرزو داشت تهران روزی جایگاه ژنو در اروپا را پیدا کند و تز دکترایش با نام سیر حکمت در ایران نخستین اثر وی بود که به پارسی برگردانده شده است. سال 1330 خورشیدی برابر با 1951 میلادی در گذشت ملک الشعرای بهار ادیب و سیاستمدار محمد تقی بهار ملقب به ملک الشعرا شاعر، ادیب، نویسنده، روزنامه‌نگار و سیاستمدار معاصر ایران است که آثار منصور و منظوم بسیاری از جمله انواع شعر سنتی و اشعار به زبان محلی، تصنیف و ترانه، مقاله‌ها و سخنرانی‌های سیاسی و انتقادی، رساله‌های تحقیقی، نمایشنامه، اخوانیات و مکتوبات، تصحیح انتقادی متون، ترجمه‌های متون پهلوی، سبک‌شناسی نظم و نثر، دستور زبان، تاریخ احزاب، مقدمه بر کتاب‌ها و حواشی بر متون، به خصوص شاهنامه فردوسی را از خود به یادگار گذاشته است. مهمترین اثر بهار دیوان اشعار اوست که به اعتباری کارنامه عمر او نیز به شمار می رود، اما در زمان حیاتش به چاپ نرسیده و در میان آثار تحقیقی وی نیز سبک شناسی یا تاریخ تطور نثر فارسی اثری بیمانند به شمار می آید.